أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرام و مطمئن می‌گردد. عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام قاریان عزیز، برادران، خواهران و فامیل‌های محترم قرآنی که همکنون از طریق برنامه سراج الکبیر بیننده برنامه ما هستند. انشاءالله که در هر جای این کره خاکی هستند لباس عافیت بتن داشته و موفق باشیم. در خدمت شما عزیزان قرآنی هستیم با 11 قسمت از سلسله برنامه های سراج الکبیر و از جمله درس های تجوید ابتدایی. اگر سروران عزیز به یاد داشته باشید، روزهای قبلی بحث ما در قسمت صفات حروف به پایان رسید که صفت استلا و استیفال خواندیم و صحبت کردیم که صفت استلا چی است و استیفال چی است. انشاءالله که این درس ها را تکرار کرده باشید و مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. امروز به ادامه بحث صفت استلا و استیفال که دو نوع صفت دیگر باقی مانده، انشاءالله میپردازیم و صفت هایی را بیان میکنیم که کاربردشان در قرآن کریم چگونه هست. بسم الله الرحمن الرحیم. صفت سوم، صفت قلقله. قلقله در لغت به معنی اضطراب، بیقراری و تکان خوردن است و در اصطلاح تجوید عبارت است از حرکت مختصر حرف ساکن. در صفت قلقله عزیزان قرآنی 5 حرف داریم که ما باید در هنگام تلاوت، زمانی که این حروف ساکن می باشند، حرکت مختصری بر از اینها داشته باشیم که از مخرجشان مشخص شوند که حرف توی هست و یا ت و یا جیم هست که با حرف چه اکثرا اشتباه گرفته نشه. به این خاطر دارای صفت قلقله هستند. حروف قلقله دارای 5 حرف است که قاف، تا، ب، جیم و دال می باشه که به صورت خلاصه در یک کلمه جمع شده و به نام قطب و جت یاد میشه. به خاطر آسان شدن این حروف که اکثرا از یاد عزیزان ما میرن، میتونن که این کلمه را به یاد داشته باشن، قطب و جت. در قسمت مثال ها اگر شما ببینید در روی تخته، ما مثال هایی برای شما نوشته کردیم و تلفظ میکنیم که ببینید چگونه حرکت مختصر داریم در حروف ساکن، قطب و جت. کلمه اول ما کلمه اقبله هست و زمانی که تلفظ میکنیم در قسمت قاف توجه داشته باشین علامت ساکن و همچنان توجه به تلفظ ما. بسم الله الرحمن الرحیم. اقبله، اقبله. عزیزان اگر قلقله ما زیادتر باشه و مقدار حرکت ما زیادتر باشه که به سمت فتحه، کسره یا ضمه مایل شوه، این اشتباه است که متاسفانه بسیاری از دوستان ما در هنگام تمرین به این مشکلات دچار میشن و متوجه باشن که اگر عقبله، عقبله یا عقبله شد به این حالت اشتباه میباشه. حرکت بسیار مختصر. مثال دوم، نقتبس، نقتبس. و کلمه سوم، یقتلون، یقتلون. مثال حرف تا، اطراف، اطراف. کلمه دوم، نطعم، نطعم. و کلمه سوم، محیط، محیط. به این شکل. حرف با، ابراهیم، ابراهیم. ابرامو، ابرامو. یونیب، یونیب. مثالی از جیم، اجرامو، اجرامو. اجران، اجران. و کلمه آخر، اجداث، اجداث. و مثال هایی هست حرف دال، ادبر، ادبر. ارادنا، ارادنا. حمید، حمید. و مثال آخری بود از حرف دال. دوستان عزیز، این بود مثال های در مورد صفت قلقله و فهمیدیم که صفت قلقله چگونه هست و چگونه باید حروف ها را در حالت ساکن اجرا کنیم. و صفت آخری که در این چپتر می خوانیم صفت لین هست.
صفت دین به معنای نرمی و ضد خشونت بوده و در اصطلاح تجوید عبارت است از به نرمی ادا کردن حروف لین، که ما در تجوید دو حرف لین داریم که این حرفا باید در حالت ساکن به صورت نرم ادا شوند، که یکیش اول یای ساکن ما قبلش مفتوح و واو ساکن ما قبلش مفتوح می باشد. زمانی که در تلاوت به این کلمات برخورد می کنیم که دارای یای ساکن و واو ساکن هستند، در تلفظ و یا تلاوت ما نباید سر از این حروف فشار داشته باشه. و مثال هایی براتون نوشته کردیم که به ترتیب می خوانیم و شما می تونید که روی تخته ببینین و همراه من تکرار کنید انشاءالله. کلمه اول خوف، قوم، یومن، عصاو، بیت، الیک، ابنی، اثنی. البته قابل ذکر است که صفت لین اکثرا در قسمت تلاوت در بخش تحقیق استفاده میشه، که منظور از فشار آوردن در حروفا انشاءالله با درس های بالاتر برای شما تشریح میشه که چگونه نباید سر این حرفا فشار آورده شه. باز هم قابل تذکر است که تمام عزیزان قرآنی مطلع باشن، درس های ما به صورت فشرده و خلاصه برای شما ثبت و نشر شده، که انشاءالله بتانن از این طریق بتانن درس های تجوید بگیرن و ما هم انشاءالله خدمتی کرده باشیم به جامعه قرآنی کشورمان. و امید از اینکه انشاءالله موفق باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.